سالی بود اینو نزده بودم. چطور بود؟ فوق العاده. الک. نه جدی میگم. آفرین. پس یادت باشه با هم حساب کنیم. قبلا حساب شده. دیگه کاری نداری. شب بخیر. شب بخیر. چرا اومدی پشت خطم؟ چرا این خط رو جواب نمیدی؟ لابد گیرم دیگه. قرار شد به خط اصلیم زنگ نزنی. زنگ زده بودی فکر کردم کار واجب داری. جور کردم فردا شب با رایان و امیرعلی میرم شهر بازی. با سینا هماهنگ کن. خوالا اگه همون شب رویا و کیوانم میومدن شهر بازی چی؟ سینا وقتی میرفت خونه ی رویا دزدی که من و رایان و امیرعلی نباشیم. رویا و کیوان باشم. چند شنبهش فرقی نمیکرد. چون اصلا دزدی مهم نبود. مردنشون مهم بود. همه چی داشت خوب پیش میرفت تا قرار بی موقعی سهیل و رویا که میتونست همه چی رو خراب کنه. نمیتونم امیرعلی جان، من مهمون دارم. تو همیشه دقیقه 90 برنامه رو عوض میکنی. من میرم تو ماشین سونیا، بچه رو آماده کن بریم. نه تکلیفشون با خودشون معلوم نیست. تقصیر منه، با اینا قرار میذارم. بهونه نیارین دیگه. بهونه نیست به خدا. سهیل قرار بیاد. سهیل؟ آره خودش گفت کارم داره، کیوان میدونه. راست میگه. سهیل زنگ زده بود. باشه. رایان، تو برو تو ماشین امیرعلی تا من. نمیام. چرا عزیزم، میام. بودو برو. الو سیامک، سهیل داره میاد اینجا. من چه میدونم، خودم هم همین الان فهمیدم. نه نه، تو امشب کارتو تموم کن، اینا ممکنه بخوام برم مسافرت. من نمیدونم، اگه دیدی سهیل مزاحمته اونم امشب بزن.